مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای واحدی، خیلی ممنون که وقت گذاشتید، خوش اومدید. به نظر شما مهمترین اتفاق سال 1402 چه بود آقای واحدی؟ سلام به بینندگان برنامه و به شما آقای بهبهانپور عزیز. من اگه بخوام در یک کلمه بگم، مهمترین اتفاق و مهمترین دستاورد سال 1402 شفافیت بود. توضیح میدم شفافیت از چه جهت. بسیار از خطوطی که شاید قبلا برای مردم آشکار نبود، بسیار از مرزبندی ها مشخص شد، بسیار از دست ها رو شد، قدرت ها، قدرت نمایی ها، شیرهای پاکتی، شیرهای قلابی، شیرهای واقعی همه مشخص شدن. در عرصه های مختلف پوزیسیون و اپوزیسیون جمهوری اسلامی 1402 نشون داد نه الزاماً کسی که در داخل کشور عربده میکشه آدم قدرتمندیه، نه کسی که در خارج از کشور تحت عنوان اپوزیسیون گیر میزنه فرد با نفوذ یا عاقل یا مؤثری هست. ببینید، در عرصه اگر بخوام روابط خارجی جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، یکی از پیام های صوتی که الان پخش شد اشاره کرد به 7 اکتبر. اتفاق 7 اکتبر از این جهت، من بحث اسرائیل و غزه رو خیلی کاری ندارم، من خیلی مربوط نیست، اما اونی که نشون داد جمهوری اسلامی حتی در مواجهه با نیروهای نیابتیش صادق نیست و ضعف جمهوری اسلامی در همین عرصه هم مشخص شد. از شعارهایی که دادن چه خامنه ای و عناصر حکومتش، چه طرفدارانشون، حتی در عرصه تظاهرات برای دفاع از مردم فلسطین رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی حاصل شد. دیدیم که تظاهراتی که در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد، حتی 1/10، 1/100 در پایتخت جمهوری اسلامی تشکیل نشد. از رجزخوانی‌های خامنه‌ای و اعوان انصارش دیدید. آخرین نمونه‌اش اگه بخوام بگم، 4 هفته پیش حسن نصرالله اومد گفتش که به ساعت‌هاتون نگاه کنید، دست‌های ما رو ماش است. ولی دیدید هیچ غلطی نکردن و همه اینا برمیگره به جایگاه و وضعیت جمهوری اسلامی. اونی که به نظر من اتفاق افتاد، این شفافیتی که حاصل شد، دست خیلی ها رو شد، به نظر من خیلی مهمه. خیلی از چیزایی که الان دوستان به عنوان دستاورد 1402 میگن، شاید دستاورد 1402 نباشه، اما آشکار شدنش دستاورد 1402 بود. در داخل کشور خیلی ها فهمیدن که حتی شعارهایی که داده میشه، بسیاری از افرادی که به صورت اعتقادی به جمهوری اسلامی باور داشتن، فهمیدن همه چیز دروغه، همه چیز فریبکاریه، همه چیز ابزاره. در عرصه خارجی عرض میکنم، همه اینا دستاورد برای ملت ایران، یعنی شفافیت ها دستاورد برای ملت ایران. در عرصه خارجی مشخص شد، الزاماً عرض میکنم، کسی که صدای بلندتری داره یا کسی که دسترسی به رسانه‌های بیشتری داره، الزاماً فرد مؤثرتری نیست یا حتی فرد مؤثری نیست. این خیلی مهمه. بسیاری از وابستگی های افراد مشخص شد، بسیاری از این که شغلی به نام اپوزیسیون داشتن مشخص شد. اینها به نظر من خیلی مهمه، یعنی و از همه اینا مهمتر یک نکته برای مردم ایران شفاف شد، و اون اینکه آنچه قرار اتفاق بیفته در داخل کشور اتفاق خواهد افتاد و کسانی که در خارج از کشور هستن، اون فاند بگیران رو من میذارم کنار. کسانی که قرار کار بکنن، اگر بالاترین شأن داشته باشن، یه شأنشون اینه که آنچه در ایران اتفاق میفته رو بازتاب بدن و باعث بشن که در خارج از کشور برخورد مناسبی با خواستهای مردم رو انجام بشه. ناامیدی که از بعضی از افراد بسیار پر ادعا در داخل کشور، خارج نشینانی که در داخل کشور بهشون امیدهای بسته شده بود و این ناامیدی ایجاد شد، اینکه مشخصا مردم به چه کسی بیشتر اقبال دارن، به چه کسانی اقبال دارن و چه کسانی شاید ناامید شدن و چه کسانی متنفر شدن، اینها دستاوردهای بزرگ 1402 و من این رو بسیار مبارک میدونم. این تصور میکنم که نه آغاز 1403، من امروز رو وضعیت رو بهتر از دیروز میدونم، دیروز رو بهتر از پریروز، و مطمئنم هر چی میریم جلو این شفافیت بسیار کمک خواهد کرد. مردم دیگه دلخوش نخواهند بود به کسانی که عرض میکنم الزاماً دسترسی به رسانه ها، الزاماً صدای بلندتر، جیغ بلندتر نشانه اثرگذاری نیست و مردم نیروهای موثرشون رو پیدا کردن، پیدا میکنن اکثر غریب اتفاق در داخل کشور، و جالبی که اونها اصلا توجهی به اتفاقات خارج از کشور ندارن. من یه جمله دیگه این قسمت میگم بعد در خدمتتون هستم. این که بعضیا میگن اختلافات اپوزیسیون، شاید باید در اپوزیسیون یه باز تعریف بکنیم. اپوزیسیون از نظر من کسیه که منافع مردم بر منافع شخصی ترجیح پیدا میکنه. کسانی که فقط به فکر منافع خودشون هستن، کسانی که فقط به فکر این هستن که از این نمد مبارزه با حکومت کلاهی بر خودشون بدوزن، دستشون رو شد و این بسیار خوبه. یعنی الان ما یک تعریف جدید از اپوزیسیون داریم. اپوزیسیون کسانی هستن که میخوان وضعیت موجود تغییر پیدا کنه به نفع مردم ایران، و بسیار از افراد نشون دارن اتفاقا منفعتشون در ماندن وضعیت موجوده، با حرکاتی که انجام میدن کمک میکنن به ماندن وضعیت موجود، و این افراد قطعا نام اپوزیسیون روشون نمیشه گذاشت. آقای بایدی،
در حالی که صحبت میکنید شما همونطور که در ژنو هستید، در ژنو گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مورد بررسی هست و گزارش‌ها اینجوری به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به شدت خشمگین از اینکه اونجا در جریان هستید که بحث جنایت علیه بشریت رو عنوان کردن در مورد اونچه که در 1401 و اتفاقات بعدش جنبش زن زندگی آزادی و سرکوب‌هایی که بعدش اتفاق افتاد گزارش شده بود. پرسش که از شما دارم اینه که به هر شکل خیلی شما رو در فضای رسانه‌ای بعد از جنبش سبز میشناختن، در واقع آشنا شده بودن و اون دوره که شما سخنگوی آقای کروبی بودید، چون اشاره کردید که هرچی گذشته شرایط امیدوار کننده تره به نظر شما، اون شفافیت در طول زمان کمک کرده به مردم که انتخاب روشنتری داشته باشن. امروز وقتی که شما نگاه میکنید به اون رویدادها، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نظر شما در میان مردم چه جایگاهی دارن؟ وقتی مثلا میبینیم محمد خاتمی مثلا در انتخابات رأی نمیده، اینها واقعا چه بردی داره در داخل جامعه با شناختی شما دارید؟ تصور میکنم تغییری که نسبت به سال 88 ایجاد شده اینه که در خوشبینانه ترین شرایط این افراد رو میشه حد اکثر پیرو ملت نامید. شاید در اون دوره ها، در اون سال ها یک نوع احساس رهبری در خودشون بود یا بعضی جایگاه رهبری برشون قائل بودن. الان در خوشبینانه ترین شرایط میشه گفت آقای خاتمی در این دوره انتخابات پیروی کرد، با تأخیر البته، ولی به هر حال پیروی کرد از خواسته مردم. کروبی و موسوی هم همین حالت دارن. اگر همراهی کنن با مردم، خب به هر حال جزئی از مردم هستن، حتما مردم هم قدر زحماتشون و قدر سختی‌های کشتن میدونن. اما اگه قرار باشه که فرض اول اونها و علاقه اول اونها این باشه، چون ارادت به خمینی دارن، کماکان بگم که نظام باید بماند به اصلاح شود، قطعا نه تنها محبوبیت نخواهند داشت، نه تنها جایگاه نخواهند داشت، بلکه بخشی از هدف مبارزه مردم خواهند بود. آقای وایدی، با اونهایی که استدلال میکنن که به دلیل سرکوب شدید داخلی رهبری اپوزیسیون باید خارج از ایران باشه، موافقی؟ من ببینید، این پاسخ رو دقیقا میشه از موضع کسانی که در داخل کشور هستن بید. آیا کسانی که در داخل کشور هستن و در زندان ها هستن شما کوچکترین ترسی در وجودشون ببینید؟ ببینید از داخل زندان ها یا افرادی که بیرون هستن بدون کوچکترین ترس. اون که میگه رهبری باید در خارج از کشور باشه، ممکنه افرادی هماهنگ کننده باشه، ممکنه افرادی به شاهزاده رضا پهلوی علاقه و ارادت داشته باشن، ازشون برایشون نقش قائل باشن یا برای کسان دیگه. اما من معتقدم که اونی که ما میگیم رهبری باید خارج از کشور باشه، در شرایطی که تصور میکنیم اونایی که در داخل کشور هستن از فشارها میترسن، واهمه دارن، در حالی که این نیست. اولا یک نفر و دو نفر نیستن، روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و ثانیا نشون دارن چیزی به نام ترس وجود نداره. به همین جهت من معتقدم کسانی که در داخل کشور هستن این شایستگی رو دارن. البته عرض میکنم میتونن از قوایی که در خارج از کشور هست استفاده کنن و قوایی که در خارج از کشور وجود دارن بر اساس میزان محبوبیت عرض کردم، مثلا نمونه اسم آوردم شاهزاده رضا پهلوی، حتما ایشون میتونن کمک کنن. ولی من به شدت قائل به این هستم که رهبری در داخل کشور هست، همین الان هم موجوده، نیازم به کشف خیلی نداره. نسل امروز اونطور که اشاره کردید به چهره‌های اپوزیسیون خارج از ایران گوش میکنه اساساً، تو که شما به شک میدونم که در فضای مجازی هم به شک ارتباط دارید با داخل ایران؟ اصلا چرا باید گوش کنه؟ اپوزیسیون خارج از کشور باید حرف داخل رو گوش کنه. یعنی اونایی که در داخل کشور هستن هم با شجاعت دارن مبارزه میکنن، هزینه میدن و پایگاه‌های بسیار محکمی حتی در داخل حکومت دارن. یعنی شما ببینید الان اگر با بعضی از افراد در داخل کشور برخورد نمیشه، نه دلیل وابستگی اونها به حکومت و نه دلیل مثلا کوتاه آمدن یا مدارای حکومت، دلیلش اینه که اون افراد در داخل حاکمیت بسیار نفوذ دارن. اگر هم بعضی از افراد در خارج از کشور پایگاهی دارن، بخشیش به خاطری که در داخل کشور در داخل بعضی از نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای حاکم نفوذ دارن. من معتقدم که اونی که باید اتفاق بیفته اینی که خارج از کشور باید خودش رو هماهنگ کنه و اکو کننده صدای داخل باشه. اعتقاد دارید که مثلا شورای رهبری اپوزیسیون باید پس از سقوط جمهوری اسلامی صورت بگیره نه قبلش؟ ما نیاز قطعاً به دهقانپور، ما قطعاً نیاز به یک هماهنگ کننده هایی داریم برای اینکه این نیروها تجمیع بشن. بخش عمدهش در خارج از کشور هست. نمیدونم اسم شورای رهبری بگذارم یا نه، ولی یک شورای هماهنگ کننده باید وجود داشته باشه. بدون اون شاید نیروها هرز برن، به خصوص اینکه یک عده عزمشون رو جذب کردن که از این وضعیت برای خودشون منافعی کسب بکنن به عنوان اپوزیسیون. همچنین باید این خالص سازی که انجام شده که بسیار خوب هم است به نظر من باید ادامه پیدا کنه. حتما یک گروه های در داخل و خارج از کشور الزاما ممکن همشون هم چهره هاشون شناخته شده نباشه، اما کافیه چند نفر که در داخل و خارج هستن و شناخته شده هستن و مردم اونها تایید کنن که گروهی رو دور هم جمع کردن که دارن با هم فکری و هم دلی
و دلسوزی کارو پیش میبرن. مطمئنم اکثریت مردم میشون اعتماد خواهند کرد. کافیه چند نفر از چهره ها برای مردم شناخته شده باشن. خود شما مایلید که در یه همچین شورای مشورتی حضور داشته باشین؟ به هیچ وجه. من نه شایستگیشو دارم نه علاقه بهش دارم. آقای وایدی، وقتمون تقریبا روی پایان هست، در آستانه سال 1403 هستیم، چه آرزویی دارید؟ من آرزو میکنم یک ایران معمولی داشته باشیم، ایرانی که همیشه ایران بود. من دوست دارم ایران دوباره ایران بشه. امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته و در این سال 1403 فرصتی باشه ما هم بتونیم از حضور شما هم بیشتر در برنامه استفاده بکنیم. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار بود که از تورنتو در کانادا با ما بودن. سپاسگزارم از شما واحدی.